یک سخن خیلی خوب است آلبرت اینشتین که میگه هیچ وقت به خاطر موفق شدن تلاش نکنین به خاطر ارزشمند بودن تلاش کنین ما همیشه شاهد ها و شاهد زندگی نامه ای از بعضی از اشخاص بودیم که بر ما انگیزه می تا, تا ادامه بتیم تا بتانیم که راه خوبی را بر خودمان انتخاب کنیم بخصوص خصوص یک هدف خیلی خوب که نیاز هر شخص موفق هست ما ادیسون هم میشناسیم که چقدر تلاش کرد و بالاخره به یک اختراع خیلی خوب رسید که امروز ما از نعمتش برخوردار هستیم همین قسم آلبرت اینشتین که در سن چهار سالگی اصلا قدرت تکلم نداشت و در سن هفت سالگی هم نمیتونست بخونه اما تسلیم نشد و تلاش کرد تلاش کرد که جایزه نوبل بدست بیاره و در بخش فیزیک مدرن هم یکی از الگوهای ما هست و یکی از نمونه های خوبی هست که ما نباید در, رابطه در برابر شکست تسلیم شویم این ما هستیم که ادامه میتیم و انسان موفق کسی است که از هر شکست زندگیش یا از هر شکست کاریش یک تجربه خیلی خوب بگیره ما قرار هست در رابطه و تسلیم نشدن در برابر شکست صحبت کنیم با آقای احمد زکی صافی سخنران انگیزشی خیلی خوش آمدین صبح شما بخیر امیدوار خوب باشین سلام خدمت شما خدمت نهایی عزیز خوشحال هستم که در برنامه با شما هستم من همچنان خوشحال هستم ابتدا خوب است از تجارب خودتان قصه کنید چند بار در زندگی در بخش کاریتان شما شکست خوردید شکست همه ما به اشکال مختلف در زندگی شکست خوردیم دقیقا چی از لحاظ کاری چی از لحاظ در اجتماع خب چیزی که به نظر ما مهم است که باید از هر شکست تجربه بگیریم از هر شکستی که با... میگن هر بار اندازه که قوی تر زندگی به شما مش میزنه شما برخیزین و ثابت کنیم که بالای تا... بالای تان غلبه نکرده و شما ناکدن نشده به مو... مو شکل ما میخوایم اول در موارد شکست صحبت کنیم یک مقدار در موارد شکست بعد از در موارد تسلیم نشدن در مقابل شکست ابتدا از تجارب خود بگوین بر تجارب خودی است که گفتم قسم گفتم تمام ما در زندگی خود به اشکال مختلف شکست خوردیم قسم که خودم قرار بود که یک برنامه را برگزار کنم امه. قرار بود که برنامه بر یک هفته باشه بله. جایی که میخواستیم که برنامه را برگزار کنیم در روز دوم با ما جواب رد داد کی باعث امه. شد که از این چالش استفاده کنیم و بتونیم بله. یک سازمان را شکل بتیم که بتونیم از راستای انگیزه دادن به مردم از سازمان امه. پیش بریم و بعد از اون تونستیم برنامه زیاد را برگزار کنیم و مشکل شکل وقتی که خواستم که از برم وارد کنکور شوم میخواستم که اقتصاد را بخوانم یا یک،, یک،, چیزی که مربوط به موضوعات ریاضی باشه اما سه صد دانم گرفتم و پانزه اداره و پالیسی کامیاب شدم که به من از نظر شخصی خودم شکست است چون چیزی که میخواستم در او کامیاب نشدم امه. اما باید از این فرصت ها استفاده کنیم فرصت خوب شد که بتانم در مردم به شر بشناسم فرصت خوب شد که امه. یک مقدار در موارد پالیسی سازی در یک مقدار در موارد موضوعات پالیسی بدانم و یک مقدار در موارد موضوع موضوعات انگیزشی بل. چون وقت بیشتر هم داشتم که بالای موضوعات دیگه هم فوکس و تمرکز کنم بس پس به نظر من ای یک چالش های زندگی است که ما رو می سازه و از امه. هر چالش و هر،, هر شکست و هر چلنج زندگی باید استفاده اعظم کنیم بسیار خوب حالا برمیگردیم به صحبت های شما که که چگونه یک شخص تسلیم نشه در رابطه در برابر شکست و در زندگیش اگر یک شکست میخوره چی کاری باشه قسمی که شما گفتین چی اجتماعی باشه بیشتر راهکارها را میخوایم امروز از شما پیشنهاد بگیریم که چگونه راهکارهایی باید باشه شکست به نظر بیشتر ما یک چیز خیلی خراب است یک چیز خیلی بد است بله. اما بیاین یک مقدار در مورد مزایای شکست صحبت کنیم شکست چیزی است که به ما بیشتر از موفقیت درس میته یک شخصی که شکست میخوره درس خیلی زیاد میگه نسبت به یک شخصی که موفق میشه شکست است چیزی است که شخصیت ما را میسازه ما شخصیت ما ما کرکتر ما و اعتماد به نفس ما باید نظر به با شخصیت ما آماده شوه که شکست شکل میته نه نظر به ای اینکه کار را که انجام چی است بعضی از زمانی که کار انجام میتن به اون خیلی اعتماد به نفس قوی می داشته باشن زمانی کارشون خلاص شد زمانی که بیکار شدن اعتماد به نفسشون از بین میره و خیلی احساس خردی میکنن پیش شکست چیزی است که باعث ازی میشه که اعتماد به نفس ما خوب تر شه این رو باید بیشتر بدانیم موضوع دیگه هم این که شکست زمان باعث از این میشه که با اطرافیان خود مهربان باشیم زمانی که شکست میخوریم با اطرافیان خود به شر میدانیم مهم. که ما از هیچ کس بلندی نداریم از هیچ دقیقا. کس خوب نیستیم هم ما یکسان هستیم و انسان را مغرور نمیسازه شکستی است که انسان را فروتن میسازه دقیقا این باید بدانیم که تسلیم نشدن در مقابل شکست سنت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم است با. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم زمانی که میخواست که دین اسلام را رایج بسازه در اول وقتی که مخفیانه دعوت میکرد فقط چل نفر مسلمان شدن زمانی که خواستن علنی بسازن دعوت دین مبین اسلام را در اوایل خیلی با ها و مشکلات زیاد روبرو شدن حتی تفلا اونا را بس زمانه با سنگ میزن زبانه که به یکی از شهرها بخاطر دعوت رفتن تمام کسایی که در مکه بودن به اونا خیلی بد رفتار میکردن تمام از یا هایی بود که باعث شد که دین اسلام قوی تر و رسول اکرام صلی اللہ و سلم قوی تر از, پ... از قبل و پیش بره و هیچ وقت تسلیم نشد بس. و سنت میفهمیم که چیزی است که رسول اکرام صلی اللہ و سلم انجام داده در زندگی خود و ما باید او را در زندگی خود پیاده بسازیم و ش... قبول نکردن شکست هم چیزی است که ما در زندگی روزانه خود با تو عملی بسوزیم مهم. ما باید هر روزی رو باید داشته باشیم که رسول اکرم صلی الله علیه سلام زمانی بود که خیلی ها و خیلی مشکلات پیشوش بود اما مهم. حال تقریبا یک هفت میلیارد مسلمان در سراسر سر جهان وجود داره و تمامشان پیرو رسول اکرم صلی الله علیه سلام است بدون شک بله یکی از قانون های تسلیم نشدن در برابر شکست میتونه پذیرش باشه موافق هستین با این صحبت یعنی باید شخص خود را بپذیره در هر حالتی که هست این چقدر میتونه ویژگی خوب یک شخص موفق باشه خیلی موضوع خوب را اشاره کردین پذیرش زمانی که یک شخص شکست میخوره بیشتر چیزی که در ذهنشون ای است که شاید ما واقعا م... چیز از این نداشتم که توانایی نداشتم که دمی کار موفق شوم یا ما اوقدر خوب نبودم که این کار موفق شوم اصلا میگه زندگی با پایان اصلا رسید زندگی با پایان رسید <تصفح> تمام چیز رو تار و سیا میبینه در حال که باید در شطرنج میگه یک چیز از به نام استراتژی استراتژی میگه کاری است که زمانی که هیچ حرکت به انجام داده نداشته باشی یک کار را انجام بدی بعد از شکست بشر ما هیچ گزینه دیگه نمیداشته باشیم بهترین کاری است که ما در تسلیم نشیم بگردیم پشت بهترین کاری که در وقت میتونیم انجام بدیم و دنبال از اون کار بره. بله اگر شما هم متوجه شده باشین یک شخصی که میره به خاطر کار در یک اداره زمانی که نمیپذیرنش دوباره دلش سیامشه. میشه اصلا دو اداره دیگه نمیخواه پایش بره و می جایی که دل نره پای رقم بره یک اصطلاح هست خدا کنه درست گفته باشم چقدر اراده مهم هست به خاطر تسلیم نشدن در برابر شکست چون یکی از ویژگی های افراد موفق که نمیخواین تسلیم شون میگن صادق بودن هست و اراده باید خیلی قوی داشت تمام کارهایی که انجام به اراده و با دار قسم گفتم پذیرفتن خود قسمی که شما گفتین و به شکل اراده زمانی که اراده یک کار انجام میتین یک کار که میخواین انجام میتین اراده شک کردین میرین تا آخر زمانی که شکست خوردین دوباره سرپای میشین دوباره هم کار انجام میدین اگر رفت نداره موفق نشدین میرین بیشتر بالایتان کار میکنین خلا را پیدا میکنین مشکلات را پیدا میکنین که چرا مردی کار نگرفتن میرین رو پر میکنین دوباره میرین امتحان میدین صد صد کامیاب میشین یک بار دو بار یکی از دو ما بود فول برایت میخواستم امتحان یک بار امتحان داد کامیاب نشد دو بار بار چهارمش کامیاب شد فول یکی از بورسای امریکاست که تقریبا دو سال است بر مستری بسیار خوب و بار چهارم چون اراده قوی داشت تسلیم نشد خلای خود را پیدا کرد که خلای ما چی بود و از زمان خلای خود را پیدا کرد رفت بالایش کار کرد بار چهارم کامیاب شد ما میشه یک گپ میگم که شکست سکوی پرتاب به سوی پیروزی است هر بار که شکست میخوریم ما را قوی تر می سازه که به سوی پیروزی دیگام نزدیک تر شویم و به سوی پیروزی دیگام به پیش بریم پس از هر شکست باید بیشترین استفاده را کنیم بسیار زیاد تشکر پس این صحبت هایت با... هایتان به عنوان یک جمله انگیزیشی بود که ما هم می استفادهش کنیم بسیار زیاد تشکر از شما سلامت باشین بخیر بسیار, باشیم. باشیم. بسیار زیاد تشکر ممنونتان از شما بیننده های عزیز هم تشکری میکنم از اینکه با ما همراه بودین خدا کنه که موضوعات خیلی جالب بود مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه و هرگز تسلیم نشین در برابر شکست در برابر مشکلات زندگیتان و همیشه انگیزه سبب از این میشه که ما بتونیم کارهای متفاوتی انجام بتیم و یک وقفه کوتاه دوباره برمیکرد